درود بر شما. شفافیت در کارها و برخوردهای قاطع در کار مبارزه با فساد در کاهش این پدیده فراگیر اثرگذار بوده میتواند. هرچند بیشتر فساد به نهادهای خارجی نسبت داده میشود، اما دولت افغانستان با چه راهکاری با این پدیده مبارزه خواهد کرد؟ ظاهرا حکومت افغانستان با ایجاد اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد این کار را آغاز کرده است. اما نبود ظرفیت ها و پیگیری نشدن پرونده ها از یک سو و مداخله حکومت در کار نهادهای مبارزه با فساد از سوی دیگر، مبارزه با فساد را بی نتیجه و بی اثر ساخته است. در این برنامه نگاهی به برخی از فعالیت های این اداره می اندازیم. با فراگیر شدن فساد در افغانستان، حکومت ظاهرا برای مهار کردن این پدیده کارهایی انجام داده است. اما راهکار مؤثر و عملی در این باره دیدن نمی شود. دولت افغانستان پس از ایجاد اداره عالی مبارزه با فساد، صلاحیت های ویژه به این اداره داد. هرچند دادن صلاحیت های تحقیقی به این اداره به انتقاد های روبرو شد، با این هم افغانستان تا کنون شاهد کاهش فساد نبوده است. زمانی که استراتژی مبارزه علیه فساد اداری با اساس حکم مقام ریاست جمهوری توسط یک کتله از دانشمندان و مسئولین امور ترتیب شد، به غرض تطبیق و نظارت از این استراتژی لازم دیده شد که یک اداره باید به وجود بیاید که مشخص کارکردهای وزارتخانه ها و ارگان ها را در رابطه با تطبیق استراتژی نظارت بکنه. این در سال 1387 در اوایل اسد اداره به اساس فرمان ایجاد شد، ولی رئیس و معاون از او در ماه سمبله به کار خود آغاز کردن و به استخدام به تشکل اداره، و اداره از زمان تا به حال وظیفهش صرف نظارت از تطبیق استراتژی بود. اخیرا در رسه ارزیابی هایی که صورت گرفت، صلاحیت و مسئولیت اداره به خاطر مبارزه مؤثر مفید و مؤثر ارزیابی نشد، بنان با فرمان شماره 61 مقام عالی ریاست جمهوری که در آخر حوت سال گذشته ای صادر شد، صلاحیت های اداره را تا حدودی بالا بردن. اداره مبارزه با فساد اداری در حقیقت در بین یک گیروداری از قوات های بین المللی و دولت ایجاد شد. شما که توجه که باشین، بعد از اینکه آقای اوباما به قدرت رسید و روش کمک کردن ها و دادن پول از غرب تغییر کرد و آقای اوباما در اولین حرف هایی که حتی در کامپاین زد که من دیگه چک سفید امضا نمی کنم، معنا داره که حرکاتی بود که خلاف روشی بود که آمریکایی‌ها انجام میدادن در گذشته و باید طورم نوی حسابدهی انجام بشد. اگر شما توجه که باشین، عمدتاً کمیسیونی که ایجاد میشه یا مثلا این نهادی که باید ایجاد میشد، این دو وظیفه داشت. علاوه از اینکه مبارزه میکرد با یک مسئله کرپشن و باید تظلمنها را ایجاد میکرد، معنا داره که یک نوع تحلیلی هم باید انجام میداد از کارکردی های گذشته و مصرف پولایی که در گذشته انجام شده بود. از این لحاظ فشاری که بالای دولت ایجاد شد و دولت به خاطر ازی که نوع آرام بسازه غربی ها را و خود موازی به حرکات سیاست های غربی ها بسازه، با فشاری که از جانب غربی ها ایجاد شد و به خصوص با یک کنفرانسی که پارلمان افغانستان را انجام داد، در حقیقت ایجاد کنندی چنین یک حرفی بود. نبود اراده نیرومند در کار مبارزه با فساد ظاهرا خشم غرب را نیز برانگیخته است. هرچند نهادهای خارجی بیشتر به فساد متهم هستند، اما به نظر می رسد که کشورهای کمک کننده از کار اداره عالی مبارزه با فساد ناخشنود هستند. از همین رو در خزان پارسال نهاد مبارزه با جرایم سنگین که سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تمویل می شود ایجاد گردید. تا زمانی که ما در پارلمان افغانستان این نگفته بودم که 80% فساد در بین از اوناست، شاید شما شکایت نشنیده باشین، ولی اگر بعد از شنیده باشین، اونا حق به جانب هستن. چرا ما ادعا کردیم که از جمله این قدر کمکایی که در افغانستان سرازیر میشه، 20% اگر از طریق بودجه دولت مصرف میشه،
با وجودی که در اکثر ادارات دولت فساد وجود دارد، ولی دولت میتونه که یک حساب را در میان بگذاره و به جهانیان بفهمونه که این پول به چه شکل مصرف شده. ولی 80% پولی را که اونا مصرف کردن هیچ امکان نداره که فساد در او آلوده نشده باشه. شما در یه آخر میشنوین که تفتیش‌های خاص، تفتیش‌های مسلکی از اضلاع متحده آمریکا آمده و کارکرده های از اونا را تفتیش میکنه و در اثر کارکرده ها بعضی معاملاتی که با فساد آغشته بوده کشف شده. و به مناسبت است که امروز شما شنیده باشین که با ایجاد بعضی مقرره های خاصی در داخل کارکرده های خود از اونا، اونا اعتراف میکنن که یک مقدار پول های زیادی به جیب قرارداد کننده های بسیار بزرگ خارجی افتیده و این صدا را شما میشنوین از اونا و از این خبر دارین که سال گذشته اگر دولت 1 میلیارد دلار مصرف کرده باشه، اونا 18 میلیارد دلار مصرف کرده. چقدر شما صلاحیت بررسی زیر دارین به نهاد؟ از اونا را هیچ، تا به حال را ما هیچ صلاحیت نداشتیم، ولی بعضن در اثر تقاضای خود دولت افغانستان، در اثر تقاضای رئیس جمهور و در اثر تقاضای رئیس اداره مبارزه با فساد اداری، حالا اونا حاضر شدن که یک کمیته مشترک را با افغانا ایجاد کنن و این کمیته هم از فعالیت مبارزه علیه فساد اداری در داخل ارگانهای دولت نظارت و ارزیابی کنن و هم در مؤسسات بین‌المللی. این دولت افغانستان به خاطر آرام شد که ایجاد کرد و موافق شد که طرف مقابل آرام شود و در حقیقت نوی چاشنی میداد برای کنفرانس بعدی لندن که انجام میشد یا کنفرانس که باز کابل انجام شد. از این لحاظ من فکر میکنم که اونا هم چنین کار را انجام میدن که باید کمیسیون را دای با وجود بیارن که او در حقیقت کمیسیون نوی وسیله هم باشه برای ازی که بتونه دولت افغانستان تحت فشار خود قرار بده، به خاطر ازی که اونا هم هست. ما خود در حقیقت من معتقد بیستم که قدرت افغانستان سه زل است، زلی که در یک مثلث قدرت قرار دارن، یک زل که قدرت های بین المللی وجود داره، یک زل دیگه زیر که دولت افغانستان وجود داره، ولی زل دیگه زیر که اپوزیسیون مسئله افغانستان قرار داره. قدرت های بین المللی در مثلث قدرت های افغانستان منس عامل داخلی پنداشته میشه، نه آخر عامل خارجی، به خاطر اینکه بیخ داخل درون دولت وجود داره و در دولت کار میکنه. برای اینکه مسئله مالی دولت، مسئله سیاست خارجی، مسئله منیجمنت منگه پاشه خود خارجی ها انجام میدن. از این من فکر میکنم که این نوع رقابت بسیار قاتلانه در بیان کمیسیون است و کمیسیون در میان این قدرت قاتلانه نمیتونه کار را انجام بده. من برای آقای کرزایی همچنان بر خارجی ها بر کلی انجام میدم که اگر میخواین که کمیسیون رو واقعا کمیسیون بسازین، از مداخلات مستقیم بالا کمیسیون برازر شوین. معنا داره که تا که کمیسیون نمانن که مستقل کار کنه، تا که افراد از کاملا آدمای مستقل نباشه که معنا داره طرف نگیره، شما نمیتونین کار را انجام بدین. در غیر صورت مایدهای مهمی است که این کمیسیون منس یک کمیسیون و یک وسیله سیاسی، هم دولت و هم خارجی ها میخوان استفاده بکنن از این کمیسیون، مثل چیزهای دیگر هم مثل یک وسیله سیاسی استفاده میکنن، به فرق طرف مقابل خود میزنن، اصل موضوع میمونه و گپای دیگه هم میارن. با وجود انتقادها درباره این اداره، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد میگوید که این اداره تا کنون بیش از 100 مورد فساد را بررسی کرده است. اما آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرد این است که تا کنون آن مقام های بلند دولتی که به فساد متهم بودند به دادگاه کشانیدن نشدند. در افغانستان جنگ استخباراتی 60 دستگاه استخباراتی در افغانستان وجود داره و 60 دستگاه استخباراتی در حقیقت پول خرج میکنند. این بالاتر از پولای جنگ است که ما شما میبینیم. او پولها به جیب مردم میره، اونا در حقیقت نماینده های خود دارن و این نماینده هاش که از غلط گرفتم نمیتونه. شما ده ها دفعه دیدین که گپایی که کسی انجام داده بود، یک مامور بسیار ساده و عادی را آدم میتونه که ببره در زندان پرده کشوگیریش کنه، در رادیو بکشه که ما چین نفر زندانی کردیم و یک آدمی کنان چطور میتونی کار را انجام بدی و کلی میفهمه که کی چی کار کرده، ولی او بیچاره خورترک مکم میگیرن که هیچ کس نداره. حتی هم کسی که کار کلان هم کرده عموم در تشویق میکنه که ببرنش، برای وقت زندانی شد دیگه دوسیه قطع میشه. از این من فکر میکنم که در افغانستان شرایط و زمان از اون نامده که ما چین کار را بتانیم، به خاطر از اینکه نمیمانن. ما بارها گفتیم که ما از روزی که آمدیم با وجودی که صلاحیت کاری ما محدود بوده، ولی بیش از 120 قضیه فساد اداری ما بررسی کردیم، دوسیه هایشان را تکمیل کردیم
و مراجع مربوط و به سارنوالی ارسال کردیم. با امکانات کمی که ما داریم و خیال ما و به فکر ما یک کار بسیار عمده است که انجام شده، ولی با تاسف که از طریق رسانه ها که ما بارها گفتیم اصلا به سمع مردم رسانده نشد. مداخله و نفوذ حکومت بر نهادهای مبارزه با فساد از نگرانی‌های جدی دانسته می‌شوند. هرچند این نهادها هر گونه مداخله در کار مبارزه با فساد را رد می‌کنند، اما نفوذ و مداخله حکومت در کار این نهادها محسوس هستند. اینطور است که خود اداری عالی نظارت جزی از حکومت است. یک اداری حکومت است. در چوکات حکومت فعالیت می‌کند. ولی یک اداری کاملا مستقل و یگانه مرجعی که ما گزارش دی هستیم مقام ریاست جمهوری است. ما برای شما برای تماما شهروندای خود اطمینان میدیم که اداره عالی نظارت اما موقف استقلالیت خود را کاملا حفظ کرده. نفوذ از اونها چقدر بوده؟ نفوذ مقامات بالایی به صورت مطلق صفر است در اداره. و هرگاه اگر هر مرجع هر کسی اگر ثابت کرده بتانه که کدام قضیه در اثری، کدام سفارش، کدام خواهش، کدام واسطه از مسیر خود انحراف کرده باشه، مسئولی از او مامورین من نیست، شخصا خود رئیسی داره که مست و ممی باشه. تا جایی که ما معلومات دارم به هیچ وجه نیه، به هیچ سندی هم مبنی بر ای وجود نخواهد داشت که چنین ارائه شده که مقامات عالی دولت افغانستان حکم را صادر کرده باشند مبنی بر ای که فلان قضیه که مربوط به مسئله فساد در اداره هست او را متوقف ساخته باشه. اما این را باید بپذیریم که یکی از چالش ها بر برابر مبارزه با فساد در افغانستان در طول 9 سال گذشته اعمال نفوذه. شاید برخی مقامات محلی، شاید برخی مقامات مرکزی، برخی وکلای پارلمان، برخی سناتوران مشران جرگه احساس شده باشه. به هیچ شک نیست چون جامعه ما انوز سنتی است. با او اساس ای روابط انوز هم در کشور ما حاکم هست. اما هیچ گاهی به نظر ما ای با سیاسی تلقی شده نمیتونه. وقتی شما رهبری زیره یک کسی را تعیین کنه یا یک نهاد تعیین کنه که خود نهاد قابل او را مورد سوال خارجی ها هست، چطور میشه که در حقیقت او باز کار را انجام بدن؟ از این من فکر میکنم که آله خود اداره امی اداره عالی که مبارزه علیه شو فساد و دیگه پو است در حقیقت یک نوع حرکت های را انجام میده که حرکت های نوع اماهنگ با حرکت های دولت است و این حرکت های اماهنگ با دولت در حقیقت ای است که دولت و برادرانی که در سطح بلند دولتی قرار دارن اونا ادعا دارن که خارجی ها زیاد مقصرتر است نسبت به دولتی ها کده علاوه از اینکه میپذیرند که مسئله فساد و ارتشا وجود داره ولی این خارجی ها هم با تحت نفوذ قرار داده شده. خارجی ها حاضر نیست که با چنین سیاست را که اداره ارتش عالی فساد و ارتشا گرفته این اداره را کمک بکنه. برای اینکه اداره تقریبا ما فکر میکنن که حال دست دولت شده. آنچه که اداره عالی مبارزه با فساد بیشتر بر آن تاکید میورزد ثبت دارایی های مقام های بلندپایه دولتی است، چیزی که 5 سال پیش نیز در چارچوب برنامه های حکومت دیده شده است، اما تا کنون هیچ بررسی در این باره صورت نگرفته است. ما چیزی که دستنویس خودشان است تغییر ندادیم. اما او هم اعترافات خودشان بود که در پرده‌های تلویزیون خوب است. اگر شما شنیده باشین اعترافاتشان که به می شکل مفصل اگر گفته باشن گپ خوبی است، لکن ما ولی مستند به اختیار تمام هموطنان خود قرار دادیم از طریق جریده که یک کثیر الانتشار یک جریده است. فلهازا ما فیدبک میگیریم از مردم خود، برای ما معلومات دیگه هم میتونن، ولی مرحله بررسی ما شروع کردیم. ممکن تا آخر اکتبر که بانک جهانی برای ما یک بنچمارک داده یک تعداد از مقامات دارایشان ما از لحاظ اداری یک بررسی میکنیم با اختیار از نام قرار میدیم، البته نشرم خود کردیم. کاملا شما در جریان هستین که و در مطبوعات نشر میشه و خصوصا مطبوعات دولتی
ای اداره از آغاز تأسیس تا تانسته که حدود 2000 از مقامات دولت افغانستان دارایشان ثبت بکنه و این پروسه ادامه داره. مسلما که ای اداره آرام آرام ای توانایی را پیدا خواهد کرد یا دارد برای فعلا تا حدودی که از طریق بانک ها تعقیب بکنه، نظارت بکنه بر دارایی های مقامات عالی دولت افغانستان. ما یک ضرورت دیگه داریم در این قسمت، او ضرورتی است که از کجا به چنین دارایی ها رسیدن. فرض کنید من امیال وزیر شوم یا شما وزیر شوم، برین ثبت دارایی ها کنین به 2 میلیارد دلار، مثلا 1 میلیارد دلار شما ثبت دارایی بکنین دارایی هایتونه، ولی شما قانونیت بخشیدین در قد 1 میلیارد دلار امی آدمه. از این رو من فکر میکنم که این باید یک طرز العمل مخصوص می بود که از کجا با کجا رسیدن. این بود که این متاسفانه یا باید باشه خوشبختانه چنین چیزی را در طرز العمل های وجود نشده و تنها در موقعی که یک پوزیشن دولتی به یک پوزیشن عالی میرسه و تقرار پیدا میکنه ثبت دارایی‌هاش مطرح میشه. شما فرض کنین که کسی میان وزیر مثلا مالی از زراعت یا مثلا اقتصاد یا جای میشن، اینا میرن ثبت دارایی میکنن بدون که گذشته ها رو مانا دارن. در مادر در حساب بانک بنای منی لندرینگ یک گپی داریم بنای پولشویی. اگر در ثبت دارایی ها پولشویی مطرح شود، من فکر میکنم یکی از شفاف ترین گپ های دنیا است. پولشویی مانا داره که پولی که ایجاد شده، دارایی هایی که ایجاد شده از کجا به وجود آمده، منبعش گفته شود. مثلا من 4 تا خانه ثبت میکنم، گفته شود که 4 تا خانه از کجا به وجود آمد. این چیز بسیار جالبه است و در حقیقت این نوع حرکت های نظارتی رو طرح میکنه. وضعیت زندگی بیشتر مقام های دولتی در نظام کنونی شکوفایی چشمگیری داشتند. امروز کسانی هم با سرمایه های بزرگ دیده می شوند که در گذشته ها دارایی های چندانی نداشتند. اداره عالی مبارزه با فساد تاکید می ورزد که منابع دارایی های مقام های بلندپایه دولتی بررسی خواهند شد. اما در گفته های رئیس این نهاد محسوس می شود که توانایی این کار وجود ندارد. به اساس پیشنهاد اداره عالی نظارت و حکم رئیس جمهور، به اداره عالی نظارت وظیفه داده شده تا سطح زندگی کارمندان دولت را از لحاظ 4 سال پیش و 4 سال بعد مقایسه بکن. هر کدام در هر کدام از اینا اگر کدام تفاوتی دیده میشه، معیار 4 سال است، یعنی 4 سال نیست. این یک مثال بود شما که از ما برای ما مثال، ما هم برای شما مثال دادم. سطح زندگی سابقه کارمند داره با حالیش این رو مقایسه کنید. این پیشنهاد ما کردیم و رئیس جمهور این رو منظور کرده و این صلاحیت ما گرفتیم، وظیفه ماست که ما باید بررسی کنیم. چی زمانی روشن خواهد شد که برای مردم معلوم شود که کی چی داشت و شما بگوید؟ شما بگوید که همین کار ساده است که میتونیم مثلا رای چقدر شد؟ ما همین حکم که گرفتیم فعلا ما در پروسه بررسی جایدادهای ثبت شده از این هستیم که اجالتاً چی جایدادها داره، آیا اینا دارایی های از اینا به صورت واقعی نکاس کرده یا نه. خود از این کار زمانگیر است، مشکل است. به هر شعبه داخل شدن، معلومات خواستن از همسایه ها، هنوز ما به او پیمانه امکانات نداریم. این واقع بینانه برای شما میگیم، برای مردم خودم میگیم. برای شما گفتم پیشتر که مامور ما معاشش اونمون معاش است که دیگه مامورین عادی میگیرن، لکن همیشه در حیات از اونا در خطر است. ملتفت شدین؟ در این رابطه هم ما تلاش های داریم تا مسئولیت از اونا را تأمین بکنیم، کارمندای خود را، حقوق امتیازی دوران کارشان و حقوق امتیازی زمان بازنشستگی از اونا را ما باید پیش بین باشیم تا کارمندان ما به صورت درست تشویق شده و به کارهای خود به خاطر آسوده دوام بدن. یعنی کارها از لحاظ کیفیش اگر شما بین به جای یک نفر مسئولی بخش بررسی ما قرار بگیرین، بازی رو درک میکنین که چی مشکلاتی در اینجا وجود داره. بعضی وقتا بعضی منابع مالی مخفی وجود داره. شما که توجه که باشین CIA یک چیزی رو پخش کرد، بله؟ این پخش کردن CIA ارقام را که پخش میکنه ارقام ساده نیست. او را یا گفتان را میتونه که ما از کجا به دست آوردیم، نه تجارت کرده، نه کار کرده، نه کدام چیز دیگه کرده، ولی پیسه داره، کارم نکرده، پا
پیسه هم داره. دیگه مانا داره که یک کار کرده دیگه که پیسه به دست آورده. که متاسفانه که او من فکر میکنم زمانش هم نرسیده، برای اینکه زمانش وقت میرسه که ما دارای دولت مستقل باشیم. ما شما خواهش میکنیم پس نکنیم که ما نه دولت، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ نظامی ما مستقل هستیم. ما کاملا یک کشور هستیم که فاقد آزادی، نوع مستعمره نو و نه تنها در درون ما دولت ایجاد کردن، بلکه در بالای سر ما یک دولت دیگه ایجاد شده. اونا دولت خودشون هستن، خودشون کار انجام میدن. از این لحاظ کسی که میگه ما مستقل هستیم نوع مذاق میکنه و در این حالت مشکل است که آدم پیدا کنه که منبع از کجا بوده. میگه منبع از یک جایی بوده، شما رو من نمیگم، او مخفی است دیگه. از سوی دیگر به نظر میرسد که یک اراده جدی برای مبارزه با فساد دیدن نمیشود. پیش از این رئیس جمهور برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده ها فرمان صادر کرد تا نزدیکان مقام های بلند پایه دولتی در دفترهای حساس و کلیدی مقرر نشوند. اما هنوز هم نزدیکان بسیاری از مقام های دولتی در چنین دفترها حضور دارند. واقعا مقام ریاست جمهوری فرمانی را صادر کردند که پسر و دختر و برادر و برادرزاده و همسر و پدر و مادر کارمندان دولت نمیتونن، کارمندان عالی رتبه دولت نمیتونن که در جایایی که با پول معامله میشه، مثل در گمرکات، در مستوفیت ها، در ترانسپورت، در آتش های تجارتی اینجا مقرر شوند. ولی با تأسف که با وجودی حکم فرمان رئیس جمهور در این قسمت توجه جدی مبذول نشده، ما شروع کردیم که جاهایی را که اگر ما در اثر تفتیش بررسی پیدا کردیم که همچو مقرری ها هنوز هم دوام داره، اونا را شاید ما بررسی بکنیم و کسانی که غفلت کردن در برطرفی از اشخاص اونا را به پنجه قانون بسپاریم. طور مثال هیئت های ما رفته به ننگرهار، به هرات، به بعضی ولایت های دیگه، در خود کابل ما امیر کشف کردیم که هنوز هم یک تعداد وابستگان و اقربای بسیار نزدیکی وزرای محترم، موینا، وکلای شورا در پست های حساس پولی هنوز هم کار میکنن. طور مثال در گمرکات لست از اینا رو ما گرفتیم، جایی را که ما بررسی کردیم لستش هم گرفتیم. البته در این قسمت قانون اقدام خواهد کرد. ببینین، بارها حتی در برنامه شما هم گفتیم قانون ظرفیت میخواد تطبیقش، اما تو که وزش ظرفیت میخواد، ظرفیت زمان و مکان است. نمیشه که مثلا یک قانون امروز وضع بکنیم و فردا هم نتایجش به دست بریم. به همین خاطر است که قانون استمرار داره. روی این دلیل حکم را که شما برش اشاره میکنیم حدود دو ماه میشه که صادر شده و اقداماتی هم در موردش صورت گرفته، اما توجه باید داشت که یکی از چالش های دولت ما مسئله حاکمیت قانون است. هیچ کس در افغانستان گفته نمیتونه در شرایطی که ما قرار داریم که جنگ است، در شرایطی که ما قرار داریم که تهدیدات از داخل و خارج افغانستان وجود داره، به هیچ وجه هیچ کس ادعای زیر کرده نمیتونه که در چنین کشور حاکمیت قانون آن طوری که قانون پیش بینی میکنه و میانده به همین شرایطی که ما قرار داریم، چون ما ظرفیت های زمانی و مکانیش متاسفانه نداریم. برخورد جدی و قاطع در کار مبارزه با فساد گذشته از اینکه در کاهش فساد اثرگذار خواهد بود، اعتماد مردم را نیز نسبت به دولت افزایش می‌دهد. اما اگر دولت با افراد آلوده به فساد برخوردهای مصلحت جویانه داشته باشد، این کشور در جهان به یک الگوی فساد مبدل خواهد شد. در حالی که دولت افغانستان با مبارزه جدی در کار مبارزه با فساد تعهد کرده است، اما بیشتر کارها در این زمینه مصلحت جویانه و مقطعی بودند و تا کنون دیدن نشده است که از رده های بالای حکومت کسانی که به فساد متهم بودند به دادگاه کشانیده شده باشند. از همین رو با چنین اراده تصویر روشن و امیدبخشی از یک آینده بدون فساد در افغانستان به نظر نمی رسد. تا برنامه دیگر، بدرود.